بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. یا الله، خب دیروزم ببخشید دیگه زکام شدم دیگه، نمیشد ادامه بدم، عذرخواهی میکنم. یه موقعی من رفتم دکتر، به دکتر گفتم من توی یک سال 365 روز 360 روزشو زکام میشم. سلام علیکم، حالا خدا کمک بکنه. سلام علیکم. معمولا همیشه قرص و دارو رو میخورم که نشبه ما، ولی خوب دیگه ببخشه دیگه اینطوری میشه. یا الله. خب بس آیه شریفه 83 سوره بقره، این دیروز تو اینجا خوندیم که ابن عباس گفته بود که زکات یا قربانی در بنی اسرائیل اینطوری بود که خداوند آتشی را میفرستاد، اگر که اون آتش اون قربانی را میسوزند یا اون را بالا میبرد، این نشانه قبولی بود و الا قبول نشده بود. درباره فرزندان آدم هم همین نقل شده سا. فرزندان آدم علیه السلام، هابیل و قابیل، بن که اسمشون تو قرآن نیامده سا، هابیل و قابیل، ما میگیم هابیل و قابیل، از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما یتقبل الله من المتقین. یکی از فرزندان آدم یعنی هابیل دست شما نرکن ببخش، هابیل دامدار بود و قابیل کشاورز بود. هابیل برای قربانی یه گوسفند خیلی خوب آورد قربانی کرد، قابیل برای قربانی یه مقدار گندم آورد، اما گندم های خوبی ها نیاورد، گندم های خراب آورد. آتشی از آسمان اومد اون گوسفندی که این قربانی کرده بود این را سوزند، اون یکی را نسوزند. حالا میگن علتش هم این بوده سا که کسی که دامدار باشه طمع زیاد نداره، چون میگه که مثلا من درآمدم این گوسفنده دیگه، اینم سالی یه بار میزاد دیگه، نمیتونم یه کاری بکنه که حالا مثلا دو قلو و چند قلو بزاد یا اینکه هی اضافه کنه، یه اضافه شدنش روی حد مشخصیه. اما کسی که کشاورز باشه هی طمع داره که زمین بیشتر کشاورزی بکنه، یعنی او هی طمع داره که اضافه بکنه، چون خب هرچی زمین بیشتر به کار محصول بیشتر برمیداره دیگه. اما اونی که دام داره درآمدش و اضافه درآمدش مشخصه، ولذا این طمع نداشت اون طمع داشت، این گوسفند خوب آورد اون گندم خراب آورد، این قبول شد اون قبول نشد. بله، ضمناً تو بعضی روایات حتی تو تفاسیر شیعه هم هست که گفتند اسم حضرت آدم بوده ابوالحارث، حضرت آدم اسمش بوده ابوالحارث، پدر کشاورز،
روایاتی که هست که میگه آدم بوده ابوالحارث قطعا و یقینا دروغنده و از جعلیات بنی اسرائیل. این روایات خلاصه خیلی حرفایی توش هست که به هر حال ما معتقدیم حضرت آدم علیه السلام پیغمبر بوده، در حالی که اون روایاتی که ابوالحارث توش هست یه چیزایی داره که حتی نشانه بت پرستی درباره حضرت آدم نعوذ بالله توش اومده ها. بلذا اون روایات 100% دروغن، شکی نیست. به هر حال خب از اینجا میخونم. بروی عن ابن عباس، از ابن عباس نقل شده، ان الزکات التي فرضها الله على بني اسرائيل كانت قربانا تهبط اليه نار من السماء. اون زکات که خدا واجب کرده بود یه قربانی بود که از آسمان آتشی نازل میشد و تحمله، اگر که آتش این رو حمل میکه میگرفت و میبرد بالا، فکان ذالک تقبله، قبول شدنش همین بود. و متا لم تفعل نار بهی ذالک، اما اگر که آتش اون رو نمی سوزند، اون رو بالا نمی برد، کان ذالک کان غیر متقبلین، این نشانه این بود که قبول نشده. نه هر چیزی دیگه، من او قربانیش گوسفند بود، این قربانیش گندم بود. بر رو بیان همه الانم اینجوری تو هندوستان متاسفانه الانم هست، بچه را قربانی میکنن در برابر بت و حالا از این کارام میکنندم. بعضیا میخوان یه بچه رو قربانی کنن در بت، دلشونم نمیاد که بچه خودشون رو قربانی کنن، میرن بچه کس دیگه رو میدوزدند میارن جلوی بت، سرش رو میبرند و خونش رو میمالند به سر و گردن بت و بعد جنازه رو جلوی بت دفن میکنند. همه الان از این چیزا هستم. و روی انه ایزن روایت شده از ابن عباس، ان المعنی بهی طاعت الله و الاخلاص، مقصود از این زکات یعنی اطاعت خدا و اخلاص. و قوله ثم تولیتم، این آیه شریفه که فرمود ثم تولیتم، تولیتم یعنی اعرضتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، مگر اندکی از شما و انتم معرضون. تولیتم و انتم معرضون، میگه که اخبر الله سبحانه عن الیهود انهم نکسوا عهده، خدا داره خبر میده که یهودی ها پیمان شکنند و نقضوا میثاقه، میثاق را نقض کردند و خالفوا امره، مخالفت امر خدا کردند و تولوا عنه معرضین، اعراض کردند از امر خداوند. الا من عصمه الله منهم، مگر اونی که خدا حفظش کرده، فوفى الله بعهده و میثاقه، یا فوفى الله نه فوفى الله، فوفى الله اونهایی رو که خدا حفظ کرده وفا کردند خدا را به عهد خدا و میثاق خدا، یعنی اون آدم و عهد خدا رو وفا کردند. و وصف ها اولائه به انهم قلیل بالاضافت الى اولائک، فقط فرمود اونهایی که وفا به عهد میکنن اندکند و اکثریت یهود اونهایی هستند که نقض عهد میکنند. اختلاف فیه، درباره این آیه اختلاف است. فقیل، بعضی گفتن انه خطاب لمن کان بین زهرانیه مهاجر رسول الله صلی الله علیه و آله من یهود بنی اسرائیل. بعضی ها گفتن که این آیه خطاب است به یهودی هایی که تو زهرانیه مهاجر،
نه مهاجر، مهاجر نه، آدمی که هجرت میکنه میگیم مهاجر. معنای مهاجرم یعنی معنیش اینسان مهاجرها، ولی این مهاجره ها. مهاجر یعنی کسی که از مال خودش صرف نظر میکنه در راه خدا. اینا مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خب مال مکه است، ولی هجرت کرد به مدینه. هجرت کرد یعنی چی؟ یعنی خونه و املاک و اموالی که تو مکه داشت گذاشت تو مکه و تشریف برد به مدینه. پیغمبر دو تا خونه داشت توی مکه، یک خونه ای که مادرش حضرت آمنه بهش داده بود، یک خونه ای هم که خدیجه به پیغمبر داد. دو تا خونه پیغمبر داشت. هجرت کرد به مدینه، یعنی خونه هاشو نفروخ که این خونه ها رو همجور بل کرد و تشریف برد. بعد از 8 سال یا 10 سال بعد که پیامبر تشریف آورد و مکه رو فتح کرد، دو تو خونه داشتی توی شهر، اما دیگه پیغمبر تو خونه های خودش نیامد. این خونه ها رو مثلا مشرکین یا همه عقیل برادر حضرت علی اینو مصادره کرده بودن، خونه های پیغمبر رو. پیغمبرم ازشون پس نگرفتا، دیگه نیمد تو خونه خودش. بقیه یه افرادی هم که هجرت کرده بودن همینطور بودن. حالا مثلا حضرت علی علیه السلام که خب سن مبارکش کم بود وقتی هجرت کرد، چیزی نداشت در واقع حضرت علی علیه السلام. اما مثلا افرادی مثل ابوبکر یا مثل عمر، اینام که مثلا خونه داشتن توی مکه و هجرت کردند، بعد که دوباره آمدند به مکه هیچ کدام خونه های خودشون رو پس نگرفتند. هجرت هم منش این حساب، یعنی این مالی ها که گذاشت و رفت دیگه نمیاد مال خودشو بگیره، هجرت میکنه از این مال، بلش میکنه. این کلمه مهاجر بود. و اما اینجا کلمه چیه؟ مهاجر. مهاجر یعنی محل هجرت، محل هجرت. از مکه مقار ثور تا مدینه مسجد قبا، این منطقه رو میگن، از مکه تا اونجا رو میگن که محل هجرت. زهرانی یعنی وسط اینجا، زهرانی مهاجر، زهرانی یعنی وسط اینجا، بین اینجا، یعنی این منطقه که پیامبر از اینجا تا اینجا هجرت فرمود تشریف برد، بین این راه چی هست؟ یهودی هایی که تو این روستاها اینجا نشسته بوده. خطاب از به اونهایی که بین زهرانی مهاجر رسول الله، خطاب از به یهودی هایی که وسط راه هجرت پیغمبر بودن، وسط راه هجرت. من یهود بنی اسرائیل، اون یهودی های بنی اسرائیل، و زمون لهم، خدا داره اینا رو سرزنش میکنه، به نقضهم المیثاق الذی اخذ علیهم فی التورات، خدا میفرماید که اینا نقض کردن میثاقی که برشون گرفته بودیم، و تبدیلهم امر الله، امر خدا را عوض کردند، و رکوبهم معاصی، مرتکب معاصی شدند،
و قیل انه خطاب لاسلافهم المذکورین فی عبد الله. پس ما گفتیم خطاب به یهودی هایی که تو این سرزمین ها نشسته بودند. بعضی ها میگویند که این آیه خطاب است به اون یهودی های پیشین، یهودی های قبلی. المذکورین فی اول الآیه، که تو اول آیه ذکر کرده بود. خب نکته بعدی این که توی آیه این آخر آیه فرمود تبلیتم، بعدم فرمود و انتم معرضون، یعنی هم تبلی، تبلی به معنی اعراضه، انتم معرضون هم که به معنی اعراضه. یعنی این کلمه تبلیتم و انتم معرضون می‌فرماید که به انما جمع بین تبلی و اعراض، خدا جمع کرده بین تبلی و اعراض. تبلی یعنی چی؟ تبلیتم. اعراضم یعنی انتم معرضون. این دوتا رو جمع کرد و این کان معناهما واحدن، گرچه معناشون یکیه، جمع کرد تأکیدن، از باب تأکیده. پس الان گفتیم از باب تأکید، ولی وقیله بعضی گفتن که نه، تبلیتون با مورزون فرق میکنه. معنا تبلو معناش اینها، فعلو الاعراض، تبلو یعنی فعلو الاعراض، روی گردانی انجام دادند. و انتم معرضون یعنی چی؟ و هم معرضون ای مستمرون علی ذلک. پس معرضون یعنی مستمرون. قبلا هم گفته بودم مثلا تو آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ اهدنا یعنی ثبتنا، نه یعنی هدایت کن ما را، ثبتنا، ما را بر صراط مستقیم نگه بدار. مورزونم یعنی استمرار. و فی هذه الآیه دلالتون على ترتیب الحقوق. این آیه شریف حقوق رو داره به ترتیب ذکر میکنه. هیچ حقی بالاتر از حق خداوند نیست، بعدم هیچ حقی بالاتر از حقوق پدر مادر نیست. این آیه دلالت میکنه بر ترتیب حقوق. فبدأ الله سبحانه بذکر حقه، آغاز کرد خدا به اینکه اول گفت که ان لا تعبدوا الا الله، لا تعبدون الا الله، که حق خدا را داره بیان میکنه. و قدمه على كل حق، حق خدا بر هر حقی مقدمه. لانه الخالق المنعم به اصول نعم، چون خدا خالق است و نعمت میدهد به اصول نعم، یعنی اصول نعم، یعنی این هوایی که آدم داره تنفس میکنه اینم نعمته، سلامتی هم نعمته، اما این اصول نعم نیست. اصول نعم چیه؟ اصل وجود، این که خدا ما رو آفریده این اصول نعمه. یا اینکه خدای متعال پیغمبر برامون فرستاده این میشه اصول و نعم. خدا این مراجع را هم به ما داده، اینا هم همه نعمت خداست، اما اینا نعمتند، اما پیغمبر صلی الله علیه و آله اصول و نعمه. ثم ثنا به حق الوالدین، اول حق خدا، بعد سن و دوم حق والدین را قرار داده. و خصه هما بالمزیت، پدر و مادر را اختصاص داد به مزیت. لکونه هما سببا للوجود و انعامه هما به تربیه، بخاطر اینکه اینا سبب وجود انسانند و این پدر و مادر نعمت میدهند به فرزند، به اینکه فرزندو بزرگش میکنند، تربیه بزرگش میکنن. ثم ذکر ذوی الحقوق، بعد ذوی الحقوق دیگر را ذکر. لأنهم اقرب الی المکلف من غیرهم، گفت که ذوی القربا، چون اینا نزدیکترند، برادر، خواهر، عمو، عمه، اینجور چیزا. ثم ذکر حق الیتامى،
لضعفهم، بعد حق ایتام را بیان کرد، چون این آدم های ضعیفی هستند، و فقرا را هم لفقرهم. بله خود هم حق خدا را که بیان هم هست دیگه. تو تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم اون موقع مرز کردم بسم الله الرحمن الرحیم همه اصول دین رو داره. اون موقع وقتی میخواستم میگم که چجوری دلت داره، میگفتم الله و رحمانیت و رحیمیت خدا هم توحید میفهمونه، هم نبوت رو، هم امامت رو. قوله تعالی و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. خداوند از شما پیمان گرفت که خون خودتون را نریزید و همدیگر را از خانه بیرون نکنید. اقرارم کردید، شاهدم هستید بر این اقرار، ولی عمل نکردید. لغتو، حالا لغات آیه شریفه، لا تسفکون از سفک و از سب، سفک یعنی ریختن، سفک تو ادمه اسفکهو سفکن، ریختم خون را، میریزم خون را، ریختنی یعنی فعل ماضی مضارع و مصدر. و واحد و دماء، دماء جمع بود دیگه، دماء جمعه، مفردش میشه چی؟ دم، یعنی دم، یعنی دو حرفیه یا سه حرفیه دم. میگه و اصله دمیون، سه حرفیه، و حرف سومش هم هست یا، دمیون. فی قول اکثر نحویین، اکثر نحویین هم همین را گفتند. و دلیل من قال ان اصله دمیون، دلیل اونه که میگه اصلش بوده دمیون یعنی سه حرفیه، قول شاعر فلو انا علا حجر زبهنا جرد دمیان بالخبر الیقینی، اگر که ما بر یک سنگی سر برید شبیم، اگه کله ما رو روی یه سنگ ببرند، جرد دمیان، خون من و خون شما هر دو جاری می شود، بالخبر الیقینی مسلمن قطعا. الان تو این شعر گفته دمیان، دمان نگفته، دمان نگفته، یعنی دم تثنیهش نمیشه دمان، میشه دمیان، معلومه که یا داشته. خب پس اصل کلمه دمیونه. و قال قومون اصله دمیون، بعضی گفتن که دم اصلش دمیون نبوده، سا دمیه یا دمه، دمه این بوده اصل کلمه. الا انه لما حذف و رد الیه محذف منه، به این کلمه دمیه یائه حذف می شود و بعد دوباره تو تثنیم اومد شد دمیان، یا برگشتیه، یعنی یه یائی داشت یا او حذف کردیم و دوباره برش کردوندیم، یا یه واوی داشت حذف شد دوباره برگشت. الا این که لما حذفه حذف شد اون یائه و رد الیه ما حذفه منه، بعد این که حذف شده بود تو تثنیه بهش برگشته، حرکت المیم لتدل الحرکت علی انه استعمل محذوفا. این دمیه، میم ساکنه، ولی چرا الان میگیم دمیان به فتح میدیم؟ میگه که حرکت داده شد این میم، میم فتح گرفت تا دلالت کنه حرکت علی انه استعمل محذوفا، تا اینکه دلالت بکنه که یه حرفی این کلمه داشته افتاده و دوباره برگشته.
این راجع به کلمه دم، دم خون، و اما کلمه نفس، بلا تخرجون انفسکم، انفس، انفس، النفس مأخوذتون من النفاست، نفس همون نفیس بودن، بهیل جلاله یعنی خیلی چیز منزهیه، خیلی چیز با ارزشیه. فنفس الانسان انفس و ما فی الانسان، پس کلمه نفس انسان یعنی نفیسترین چیز انسان. اینم کلمه انفس، من دیارکم، دیار یعنی چی؟ میگوید و دار، دار همون دیار جمع دارا، دیار، الدارو هی المنزل الذی فیه ابنیت المقام، دار یعنی اون خونه ای که توی اون خونه بناهای اقامت هست، اتاق نشیمن داره، اتاق خواب داره، اینو میگن دار. به خلاف منزل الارتحال، به خلاف اون منزل ارتحال، منزل ارتحال اینه که دیگه ابنیت المقام نداره. اگر گفتیم اینجا منزله یعنی مثلا فقط یه اتاقه، اما اگر که گفتیم دار یعنی آشپزخونه داره، اتاق نشیمن داره، اتاق خواب داره. و قال الخلیل، آقای خلیل گفته کل موز ان حله قوم فهو دار لهم و ان لم یکن فیه ابنیتون. خلیل گفته هر موزه ای که آدم حلول بکنه تو اون موزه و اونجا ساکن بشه اونو بهش میگن دار، ولو اینکه ساختمون نداشته باشه. یعنی ما گفتیم که دار اونی که بنا داره تو ساختمون داره، خلیل گفته لازم نیست. خیلی خوب. ثم اقررتم، اقررتم یعنی چی؟ الاقرار و الاعتراف، اقرار یعنی اعتراف، و انتم تشهدون یعنی چی؟ و شهادتو اخذ من المشاهدت، شهادت یعنی که من دیدم و دارم میگم، شهادت یعنی اول آدم دیده بعد نقل بکنه. و هو الاخبار عن الشيء بما يقوم مقام المشاهده في المعرفه، شهادت خبر دادن از یه چیز است به اون چیزی که قائم مقام دیدن است در معرفت. مثلا فرض کنید من میام شهادت میدم میگم ای آقا عادل، عدالت که دیدنی نیست، عدالت که دیدن نیست، پس چجوری شهادت میدم؟ شهادت یعنی آدم ببینه دیگه. میگیم اینجا یه معرفتیه که قائم مقام دیدنه، یعنی من علم دارم که این آقا عادل است و اون علم عین دیدن، یعنی اینجور که آدم میبینه دیگه شکی نداره. اینم که من میگم این آقا عادل اینطوریه. حالا تو مثلا فقه باشه، تو فقه ها اینجوری میگیم، ما میگیم که آدم باید چیزی رو شهادت بدهد که حس کنه ببینه، یا قریب به حس باشه، حس یا قریب به، عدالت قریب به حس. مثلا شما هیچ وقت نمیتونی شهادت بدهید به مثلا فرض کنید بگید ولایت فقیه رو شهادت میدم، چون که حسی نیست، دیدنی نیست. شما بیاید بگوید که مثلا من شهادت میدهم به این که عالم حادثه یا قدیمه، این قابل شهادت نیست، چون این مشاهده نیست دیگه. بله، اونم همین قریبه به حس دیگه، قریبه به حس. الاعرابو، بله، اینم که میدونید اگر که کسی فرض کنید به چه شهادتین بگوید، مثلا اینی اقولو لا اله الا الله، اینی اقولو ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجور آدمی مسلمان حساب نمیشده و این شهادتین نیست. شهادتین باید با کلمه اشهدو باشه، نه اقولو. اقولو کافی نیست.
و اینم که این انگشت رو بهش میگه انگشت شهادت، یعنی که به صورت زرس قاطع تو دادگاه ملا همینجوری است، اگر که یه چیزی رو به زرس قاطع گفتید قاضی میپذیره، اما اگر که زرس قاطع نبود قاضی هیچ وقت نمیپذیرد چون شهادت نیست. مثلا فرض کنید شما برید تو دادگاه بگید که آقای قاضی این بابا اصلا بهش نمیاد این دزدی کرده باشه، منم میگم این دزدی نکرده سام بهش تهمت زدند، این حرف رو هرچیم برای قاضی بگی قاضی یه ریال برای این حرف ارزش قائل نیست. اما یه گفتی که آقای قاضی این قطعا دزدی نکرده، هر کیم هرچی گفته دروغ گفته، اگه اینجور گفتی قبول میکنه چون زرس قاطع و این شهادت، اون اولی شهادت نبود. بعد حالا اینه که توضیح دادم اینا رو بگذاری تو روایات، و اینه تو روایات ائمه علیه السلام چجوری گفتن یا تو تشهد نماز اون حدیث شابدالعظیم و اصول دینی که شابدالعظیم گفته با احادیثی که امیر المؤمنین علیه السلام اصول دین گفته، بزل پلو هم یه چیزای عجیبی ازش اینا استفاده میشه. خیلی اونم همینجور ها اما اعترافی اینجوری که قطعا بگده، اگر کسی مثلا تو تشهد بگه اینی اقولو ان لا اله الا الله فلان، این تشهد باطل. اما اگر که شما تو تشهد اینطوری بگوید انا اشهدو به وحدانیت الله تبارک و تعالی و احدیتهی، اگه اینجوری بگوید همین تشهد درسته، لازم نبگید اشهدو ان لا اله الا الله، اینطوری بگید درست. الاعراب، بله قبلا وقت تو بس فقه من گفته بودم نماز میت با شما نماز میت که میخونید اون دعا رو بخونید، بلی لازم نیست اینه که تو رساله گفته بخونید، شما خودتون بخونید هیچ اشکال نداره دا. از خودتون بخونید، اصلا این کلماتی که تو رساله نوشته اینا نخونید، فقط هم یه توضیح بدید درباره مثلا شهادتین، درباره صلوات بر پیامبر، درباره طلب مغفرت بر مؤمنی، مغفرت بر این میت، به هر عبارتی عبارتش رو خود تو اصلا بگوید اشکال نداره. یا مثلا همین عقد نکاح، شما این انکحتو و زبچتو رو حالا با هر عبارتی از خودتون درست کنید اشکالی ندارد درست. یکشم همین تشهد نماز، شما به هر عبارتی بگویید نماز درسته ولی با کلمه شهادت باید توش باشه. یه وقت نماز میت یه شهیدی رو یه وقت من خوندم، آقای سوداگر رو ایشون میشناسن، آقای سوداگر رو شهید نماز شما خوندم، بعد مثلا یه چیزایی من خوندم همین از خود ما یه چیزایی گفتم، مثلا گفتم خدای این جانباز بود پاش قد شد، این نمیدونم تو عملیات جنگ چه کار کرد. بعد دیدم تو روزنامه یک چیزایی نوشته بودن که این چه نمازی بوده فلانه خونده، سنم این حرفات چی بوده. لازم نیست نماز اونایی باشه که تو رساله است، فقط گفتم اون مهدن یه جاهایی با یه این عبارت باشه همونی که شرع گفته، یه جاهایی لازم نیست عین اون عبارت باشه، به هر عبارتی خوندید درسته. مثلا اذان و اقامه باید عین عبارت باشه دا. مثلا فرض کنید حی علی الصلاه، شما نمیتونید بفرمایید عجلوا بالصلاه، نمیشه، اینجا عین عبارت باید باشه. اما یه جاهایی مثل تشهد لازم نیست این عبارت باشد. خب الاعراب،
تقدیر الاعراب فی هذه الآیه مثل الذی قلناه فی الآیه الاولى علی السباع، ترکیب این آیه شریفه مثل آیه قبلیه، بلذات دیگه لازم نیست تکرارش کنیم. المعنا، معنای آیه، ثم عطف سبحانه علی ما تقدم من الاخبار عن اليهود بنقض المباسيق والعهود، عطف کرد خدا بر اون چی که قبلا گذشت که خبر داد از یهودی ها که یهودی ها پیمان شکن هستند، دنبالش فرمود و از اخذنا میثاقکم، یاد آورید اون موقعی که پیمان از شما گرفتیم، از شما پیمان گرفتیم یا از آبا و اجدادتون، ای میثاق اسلافکم، میثاق پیشینیان شما، اسلاف سلف شما. بله میشه، یعنی مثلا تو مثل زیارت هم لازم نیست که این عبارت زیارت باشد. الذين كانوا في زمن موسى والانبياء الماضين، اون اسلافی که در زمان موسى و پیامبران پیشین بودند، صلوات الله علی نبینا و علیهم اجمعین. وقتی اسم پیغمبران رو میاریم، خب اول بر پیامبر خودمون بعد بر اون پیامبران درود میفرستیم، صلوات الله علی نبینا، البته به آلهی یا به آلهی هم میخواد، و علیهم السلام و بر اونها. فقط حضرت ابراهیم علیه السلام این تنها پیغمبریه که اگر اسمش آوردیم میگوییم علیه السلام، حضرت ابراهیمو، ولی دیگه سایر پیغمبران رو میگوییم صلوات الله علی نبینا و آلهی بعد و علیه السلام. تازه که من یه چیز دیدم که تو یه پایان نامه یم دم یه بابای هر جا اسم حضرت آدم رو نوشته رحمت الله علی. حالا خب پیغمبر رو کسی نمیگه رحمت الله علی. خیلی خوب. و انما عذاب المیثاق الیهم، و خدا میثاق را به اینا نسبت داد، با اینکه میثاق مال آبا و اجداده. چرا خدا به اینا نسبت داد؟ لما کانو اخلافا لهم، چون اینا خلف اوناند و اونا سلف ایناند، اینا جانشین اونا هستن، بچه های همونان دیگه، چون که اینا اخلاف اوناند، خلف اوناند. انا ما سبق الکلام و فیه اعتباطی که قبلا گفتیم. و قوله لا تسفکون دماءکم، این لا تسفکون دماءکم معناه لا یقتلوا بعضکم بعضا، یعنی همدیگر را نکشید، لأن فی قتل الرجل منهم الرجل منهم، یک نفرشون یک نفر دیگر را بکشد، قتل نفسهی، یکی دیگر را بکشه، در واقع خودشو کشته. این شبیه اینه که تو روایات هم داریم، ما کسی به پدر مادر خودش فحش ندهد. یه کسی گفت یبن رسول الله، ما یه کسی به پدر مادر خودش فحش میده که شما میگید فحش ندید به پدر مادرتون؟ فرمود که نفهمیدی من چی گفتم، مقصودم این بود که به پدر و مادر کس دیگه فحش نده، چون اگر به کس دیگه فحش دادی اونم برمیگرده به پدر مادر خودت فحش میده، در واقع شما باعث شدی که به پدر و مادر خودت کس دیگه فحش داد. اینجا هم که میگیم خودتون رو نکشید، یعنی کس دیگه رو نکشت، چون اگر او را کشتی ولی اونم میاد شما رو میکشه، پس خودت رو به کشتن دادی. ازا کانت ملتهما واحدتن و دینهما واحدن، اگر یه نفر هم دین خودش را بکشد، ملتشون یکی باشه، دینشون واحد باشه، مثلا مسلمون را بکشه، خب بعد میان قصاصش میکنن دیگه. اما حالا اگر اهل یه دین دیگر را بکشه، اونجا معلوم نیست قصاص بکنند.
به اهل الدین الواحد، اهل یک دین به منزله الرجل الواحد است، به ولایت بعضهم بعضا در این که ولایت دارند بر هم دیگر. اگر که ما بگیم که همه مسلمان ها یه آدم هند، حالا یه آدمی کس دیگرم که بکشه در واقع خودشو کشته دیگه. قال النبی صلی الله علیه و آله انما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم، مؤمنان در این که به هم رحم دارند، عطف این توجه به هم دیگه دارند، به منزله جسد واحدند. ازش تکامن هو عضون واحدون، اگر که یه عضو بدن درد بیاد، تداعا له سایر الجسد، همون شعر سعدی ها تداعا له سایر الجسد بالهم و سحر، سحر باه دو چشم. اگه این دست مثلا حالا بره زیر یه سنگی له بشه، همه جای بدن درد میکنه، همه جای بدن تب میکنه، نه اینکه فقط همین اینجا، چون کل بدن به منزله یک عضوه، یه چیزه. اگه این دست درد گرفت، اون یکی هم درد میکنه، چون یه بدنه. حالا اگر که این جامعه اسلامی یه آدمه، یه نفر یکی دیگه رو بکشه، مثل اینه که مثلا این دست اون دست رو قطع کرد، اگه این دست اون دست رو قطع کرد، خود اینم آسیب میبینه. هازا قول قتاده و عبدالعالیه، این قول این دو نفره. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه ها، لا یقتل الرجل منکم غیره فیقاد بهی قصاصا، یک کسی یکی دیگر رو نکشه که یقاد بهی، که قصاص شود به او، قصاصی قصاص بشود، قبد قصاص بشه. فیکونو بذالک قاتلا لنفسه لانه کسبب فی، وقتی یه نفر یکی دیگه رو بکشه، خودشو بکشتن داده، چون این سبب کشتن خودشه دیگه، همین که او را میکشد سبب اینه که خودشو بکشند. پس این که میفرمید کسی را نکشید، یعنی چون این کسی را بکشید، خودتون رو بکشتن دادید. و قوله ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی خدا از شما پیمان گرفت که همدیگه رو از خونه ها بیرون نکنید. معناه لا یخرجو بعضکم بعضا من دیارکم، همدیگه خونه از شهر بیرون نکنید. به ان تغلبو الدار، یکی را خونه بیرون کنید که بعد خودتون برید تو خونه بشینید، این کار رو نکنید. بله، یه وقت من با یه بند خدای هم حجره بودم، این میدونست که مثلا من از این چیزا بدم میاد. وقتی چای درست میکردیم تو حجره، این وقتی چای کم بود برای اینکه خودش چای بخوره من نخورم، این لوله قوری رو استبرا میداد تو استکان. وقتی لوله قوری استبرا میداد، من بدم میامد، دیگه من نمیخوردم. اینم میدونست که من اینجوری هم این کارو میکرد که خودش بخوره من نخورم. بعضی آدم مثلا این الان تو حالا غذا خوردنه، یکی مثلا پرسونه تو ماشین، یکی تو اداره، یکی نمیدونم تو درس، یکی هم تو خونه، یک کاری میکنه که اون یکی از خونه برود بیرون، خودش بشینه تو خونه. خیلی زیاد از این برادرها و خواهرها و نمیدونم پدر و مادر از این کارا میکنن دیگه، که اون یکی یک کاری میکنه که اون از خونه بره بیرون. دوتا طلبه هم حجره بودن، این یکی میخواست اون یکی رو بیرون کنه، وقت اینجوری بیرونش کرد از حجره. هر وقت که اون میومد، این هموزی تمام قد بلند میشد، سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. وقتی هم که منشست دو زانو، منشست جلوی او، جلوی هموزی لباسش هم کامل میپوشه، خب اون بیچاره دیگه اینقدر خجل میشه، اصلا بلکه از یه حجر رفت بیرون. این همین لا تخرجون انفسکم من دیارکم و این هستا. مقیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، لا تفعلوا ما تستحقون به الاخراج من دیارکم، کاری نکنید که
که استحقاق بیرون کردن از خانه داشته باشید، مثل آدمایی که یک کاری میکنن که بعد تبعیدشون میکنن. کاری نکنید که مستقیم باشید که تبعیدتون کنند. کما فعله بنو نذیر، همونطور که بنو نذیر این کارو کردن. چی کار کردن؟ رفتن با دشمن مسلمان ها هم پیمان شدند. خب مثلا فرسان الان اینجا قومه، حالا ما توی قوم خدای نکرده یک کسی رفته با دشمن هم پیمان شده، خب ما میام چه کارش میکنیم؟ از قوم بیرونش میکنیم دیگه. قوله ثم اقررتم و انتم تشهدون، یعنی اقررتم به ذالک، اقرار کردید، و انتم شاهدون علی من تقدمکم، شما شاهد هستید بر پیشینیان خودتون، به اخذنا منهم المیثاق، شما شاهدید که ما از اونا میثاق گرفته ایم، و به ما بذلوه من انفسهم من القبول و الالزام، شما شاهد هستید که اونا بذل کردن از خودشون قبول و الزام را، یعنی شما شاهدید که ما از اونا پیمان گرفتیم و اونا هم قبول کردند، تعهد دادند. بقیل معنا اقرارهم، بعضی هم گفتن معنای اقرار اینها، ثم اقررتم یعنی اقررتم، اقرار کردید یعنی راضی شدید، و صبر علی، اقرار کردید یعنی صبر کردید، اقرار به معنی رضایت، نه اقرار یعنی گفتنا، رضایت. کما قال شاعر، شاعر گفته الست کلیبین ازا سیم خطتن اقرر که اقرار حلیلت لل بعلی، حلیله که روشنه، میگه کیه سواره این موتور کرده؟ میگه حلیله منه، زن شدی. میگه الست کلیبیان، آیا شما جز قبیله کلیب، قبیله کلیب، آیا جز قبیله کلیب نیستی؟ ازا سیم خودتتن، وقتی یک کار یا به او واگذار میکنند، یک کار یا به او تحمیل میکنند، اقره صبر میکنه، رضایت میده، که اقرار الحلیلت للو، چجور زن در برابر شوهر صبوره، ناراحتی هاشو تحمل میکنه، که اقرار الحلیلت للبعل. وقتلف فی المخاطب، شاهدی روشن بود دیگه که اقرار اینجا به معنی صبر و به معنی تحمل. اختلاف دارن مفسرین که مخاطبه به قولهی به انتم تشهدون، این به انتم تشهدون خطابه به کیه؟ فقیل انتم تشهدون هم الیهود الذین کانوا بین زهرانی مهاجر رسول الله، زهرانی مهاجر رو گفتم یعنی چیا؟ یهودی هایی که بودن بین وسط مسیر هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله ایام هجرت الیهم، یهودی هایی که در بین راه، در بین راه بودند، بر همه یهودی هم برحال اینجور نیستند، ولی بعضیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میخواست هجرت بفرمایند، خب برحال این از مکه تا مدینه این مسیر یه بلدشی آدم میخواد دیگه، پیغمبرم صلی الله علیه و آله اصلا از مکه، پیغمبر خب 53 سالگی تشریف برد از مکه به مدینه دیگه، پیغمبر قبلا فقط یک بار رفته بود، یک بار از مکه به مدینه، اونم تقریبا حدود 5-6 سالش بوده پیامبر، که با مادر خودش از مکه رفت به مدینه، بعدم مادرش هم در بین راه از دنیا رفت، بعد دیگه تا 53 سالگی این مسیر رو نرفته بود، ولذا حالا که میخواد تشریف ببره یه بلدشی میخواد که راه و بلد باشه. یک نفر از مشرکین رو پیدا کرد، پیغمبر فرمود که چقدر پول بد بدم که منو ببری تا مدینه، اونم یه پولی طلب کرد،
قریش، کفار قریش جایزه تعیین کردند که هر کس پیدا کنه که پیامبر کجا فرار کرده رفته، یه جایزه هنگفتی تعیین کردند. این بلد چیه که پیغمبر رو میخواست ببره تا مدینه؟ خب یه پول مختصری پیغمبر بنو بیم بدد که ببردش تا مدینه، بلد چیه راه باشه. اون بابا این بلد چیه در بین راه هم دید کفار قریش که اومدن دنبال پیغمبر میگردن و جایزه تعیین کردند. جایزه هم 100 شتر بود که هر که پیغمبر رو پیدا کنه 100 شتر بهش بدن. ولی این مشرک بود، اما اینقدر مردانگی داشت با اینکه فهمید و میتونست راحت پیغمبر رو تحویل بده، ولی این کار رو نکرد. به همون اندک قانع شد. و یعنی بعضی آدم ها اینجوری، یعنی حال دین هم نداره ولی واقعا مردانگی داره، مثل این بود. بله، ایام هجر دیلیم. و بخهم الله تعالی علی تضییعهم احکام ما فی ایدیهم من التورات. خدا سرزنششون میکنه که اینا ضایع کردند احکام اون چه که در دستشون از تورات. خدا میگه این احکام تورات رو ضایع کردید. التی کانو یقرون به حکمها، که خود اینا اقرارم داشتن به حکم تورات. و قال لهم، خدا به اونها فرمود ثم اقررتم. اقررتم یعنی چی؟ یعنی اقر اولکم و سلفکم، سلف شما، پیشینیان شما اقرار کردند. و انتم، خود شما هم تشهدون علی اقرارهم، اونا اقرار کردند، شما هم شاهدید به اقرار اونا. به اخذ المیثاق علیهم، شما شاهدی که من از اونو میثاق گرفتم. به ان لا تسفکوا دماءکم، میثاق گرفتم که خون خودتون رو نریزید. و لا تخرجوا انفسکم من دیارکم، خودتون را از خانه های خودتون بیرون نکنید. گفتم خودتون از خانه ها بیرون نکنید یعنی چی؟ یعنی کاری نکنید که بیرون دون کنند، یا اینکه همدیگر را بیرون نکنید. و تو صدقون به ذالک، اعترافم دارید، تصدیقم دارید، اعتراف دارید بین. ان ابن عباس، ابن عباس اینجوری آیه رو گفته. و قیل، بعضی گفتن انه خبر من الله عز و جل ان ابائلهم، بعضی گفتن خدا نمیخواد بگه لا تخرجو که نهیه انشائه، بلکه داره خبر میده، نهیه نیست، خبر است. بعضی گفتن این خبر است از خداوند، ان اوائلهم، داره میگه اون قدیمیای شما اینجوری بودند. ولکنه اخرج الخبر بذالک مخرج المخاطبت لهم، این داره خبر میده که آبا و اجداد شما اینجوری بودند، ولی به جای اینکه بگه اونا اینجوری بودند میگه شما اینجورید، شما اینجورید. اخرج الخبر بذالک، این خبر دادن از پیشینیان را، مخرج المخاطبت لهم، مخرج مخاطبه، یعنی به جای اینکه بگوید پیشینیان شما چنین کردن، میفرماید شما چنین کردید، شما چه مخاطبه. اما نهب الذی تقدم فی الآیات، همونجور که قبلا هم تو آیات گفتیم، قبلا تو آیات میگفتیم که اون قدیمی ها بهشون گفتیم گاو سر ببرید، قدیمی ها رو گفتیم چرا پیغمبر می کشید، ولی حالا به اینا میگیم چرا پیغمبر کشتید. تو پیغمبر کشی گفتیم دیگه، این یهودی های زمان پیغمبر که اینا که پیامبری نکشته بودند، ولی چون پیشینیان اینها پیامبر می کشتند، به اینا میگیم چرا می کشید. خیلی خوب، الان نهب الذی تقدم فی الآیات. و انتم تشهدون، ای و انتم شهود، انتم تشهدون یعنی در حالی که شما شاهدید، ان ابی العالیه، ابی العالیه اینجوری گفته. و یحتمل قوله و انتم تشهدون، شایدم این و انتم تشهدون امرین دو تا احتمال دارد. احدهما ان معنه و انتم تشهدون علی انفسکم بالاقرار،
انتم تشهدون یعنی شما شهادت میدید، بر خودتون شهادت میدید که اقرار کردید، یا این که معنیش اینه ها انتم تحذرون سفک دمائکم، شما خودتون میبینید که خون خودتون رو دارید میریزید و خارج میکنید خودتون از خونه هاتون، یعنی خودتون دارید میبینید که همدیگه رو میکشید، یک کسی از خونه بیرون میکنید. و قال بعض المفسرین، بعضی گفتن نازل شده این آیه درباره بنی قریظه و بنی نظیر درباره اینا نازل شده، بعضی هم گفتن که نزلت فی اسلاف الیهود، در پیشینیان یهودی ها نازل شده. این بنی نظیر و بنی قریظه اینا آیا یهودی بودن یا اینکه اینا مسیحی بودن، این حالا خیلی حرفه ها. قبلا من اشاره کرده بودم که تو روایات یا حتی تو کتابای تاریخی ها، تو کتابای تاریخی وقتی مثلا میگیم یهودی یا میگیم مسیحی، این اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم نیستا، که مثلا ما یه در میگیم یهودی یه در میگیم مسیحی، بعضی مواقع تو روایات یه کسی را که میگوید یهودی مراد چیه؟ مسیحیه. مثلا این بنی قریظه یا بنی نظیر، مثلا تو روایات میگیم که این یهودی های بنی قریظه، که الان خیلی ها کتاب نوشتند درباره یهودی های بنی قریظه، ولی همون روایتی که اینا رو میگه یهودی مطالعه بکنید، میگه وقتی اومدن اسقفشون به پیغمبر چنین گفت، میگه این یهودی های بنی قریظه، بعد میگه اسقفشون چی گفت، یهودی ها که اسقف ندارن، اسقف مال مسیحی هست. این شاهد اینه ها که الان اینجا که گفته اسقف معلومه مسیحی هند، پس اگرم که گفت یهود، این مراد از یهود چیه؟ مسیحی. این کسی که کتاب نوشته درباره یهود بنی قریظه و فلان، مثلا چاپ شده سو کتاب سالم شده سا، از اساس اصلا اشتباه کرده ها، اینا مسیحی هند نه یهودی. تازه بحث سیاسی هم داره دا، بحث سیاسی همی که صلاح هم نیست که کسی اینا رو بگوید یهودی، حالا جنب سیاسی هم داره. خیلی خوب، حالا علتش اینه که همیشه مسیحی خودش یهودی میدونه، مسیحی ها میبینه الان مسیحی ها تورات قبول دارن یا نه؟ قبول دارند. مسیحی ها تورات رو قبول دارند، یهودی ها مسیحی ها رو قبول ندارند. علتش اینه که یهودی ها قبول دارند که یه عیسایی میاد و چنین رو چرا میکنه، یهودی ها میگن یه عیسایی میاد، اما این عیسایی که اومده میگن این اون نیست، بلذا یهودی ها میگن عیسی خواهد آمد هنوزم نیامده، مسیحی هم میگه چرا با اون عیسایی که میگه همینه که اومد. به همین جهت این مسیحی هم میگه که این مسیح و همون مسیحیه که تو تورات گفته سو اومده سو، ما مونا رو قبول داریم. الان مسیحی خودش را مکلف میداند که به احکام یهود عمل بکنه، اما یهودی ها مسیحی ها رو قبول ندارند.